درود، محمد تماسبی هستم. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که آیا رژیم کتوژنیک باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا میشه یا نه. از همین الان بگم که نه، نمیشه و چرا نمیشه رو میگم و حتی برعکسش جلوگیری هم میکنه از تولید سنگ کیسه صفرا. و اینکه کسایی که کیسه صفرا ندارن چطور میتونن رژیم کتوژنیک رو دنبال بکنن؟ کیسه صفرا زیر کبد قرار داره و وظیفش ذخیره صفرا هست و صفرا رو کبد تولید میکنه. کبد صفرا رو تولید میکنه برای و اون رو روانه روده میکنه برای تجزیه چربی و به بدن کمک میکنه که هم چربی رو هضم بکنه و هم ویتامین های محلول در چربی رو دریافت بکنه. پس کیسه صفرا تولید کننده صفرا نیست، ذخیره کننده اون هست و کبد هست که اون رو تولید میکنه. ولی وقتی که کیسه صفرا باشه میتونه اون صفرا رو درون کیسه صفرا ذخیره بکنه که هر بار مجبور نباشه یه حجم انبوهی از صفرا رو تولید بکنه. مواد درون کیسه صفرا نمک ها هستن، چربی ها و بیلیروبین. یه مشکل به وجود میاد به اسم سنگ کیسه صفرا که ناشی از رکود صفرا درون کیسه صفرا هست و تبدیل اون به سنگ. از دو طریق ممکنه این حالت به وجود بیاد. یک، زمانی که کبد کلسترول زیادی رو تولید بکنه. و دو، زمانی که کیسه صفرا رو درون خودش زیاد نگه داره، منقبض نشه و اون رو وارد پمپ نکنه و وارد روده ها نکنه. این رکود مثل آب مرداب که یک جا میمونه باعث میشه که غلیظ بشه صفرا و تبدیل به سنگ بشه. مقاومت انسولینی روی هر دوی این فرایندها تاثیرگذار هست و باعث بدتر شدن میشه. توی حالت اول کبد به این دلیل کلسترول بیشتری رو تولید میکنه که سطوح انسولین خون بالا هست. ما وقتی که غذای کربوهیدراتی بخوریم انسولین زیادی تحریک میشه و انسولین زیادی ترشح میشه و این باعث میشه که کبد کلسترول بیشتری رو تولید بکنه. وقتی که مقاومت انسولینی دچارش باشیم بدن مجبوره که انسولین بیشتری رو برای انجام کار یکسانی تولید بکنه و همینجور که سطح انسولین بالا تر میره باعث میشه که کبد هم کلسترول بیشتر و بیشتر تری تولید بکنه و این کلسترول افسوده توی کیسه صفرا ذخیره میشه و اونجا مستعد سنگ شدن میشه. و برای بررسی مورد دوم باید بدونیم که وقتی که سطوح انسولین بالا باشه جنبش کیسه صفرا هم کمتر میشه و کیسه صفرا پمپاژ کمتری انجام میده و صفرا درون اون میمونه و مستعد سنگ شدن میشه، مثل آب مرداب که یک جا میمونه و غلیظ میشه. پس ما وقتی که غذاهای پرکربوهیدرات مصرف میکنیم و انسولین بالا میره ما این جنبش رو سرکوب میکنیم و احتمال رو کمتر میکنیم و وقتی که مقاومت انسولین وجود داشته باشه چون که سطح انسولین بالاتره مثل همون مورد اول شرایط رو بدتر میکنه و جنبش رو بیش از حالت عادی سرکوب میکنه. پس توی هر دو مورد مقاومت انسولینی و مصرف کربوهیدرات هست که باعث سنگ کیسه صفرا میشه، ولی خب مقاومت انسولینی باید پیش‌زمینه اون باشه. حالا چی باعث میشه که جنبش کیسه صفرا بیشتر بشه؟ همینجوری که گفتیم کار صفرا کمک به تجزیه چربی و دریافت ویتامین های محلول در چربی هست. پس زمانی که چربی بیشتری رو مصرف بکنیم ما نیاز بیشتری به صفرا داریم و نیاز به پمپاژ صفرایی بیشتر داریم. به این دلیل هست که رژیم هایی که روی کاهش چربی، رژیم های کم چرب و پرکربوهیدرات که روی کاهش کالری تاکید دارن، توی این رژیم ها
افراد ممکنه وزنی رو هم از دست بدن، اما به احتمال خیلی زیاد دچار سنگ کیسه صفرا میشن، چون که یک کربوهیدرات زیادی رو مصرف میکنن و کربوهیدرات انسولین رو شدیداً تحریک میکنه. چون که وقتی که ما میگیم که غذای کم چرب بخوریم، وقتی که چربی رو که یکی از ماکرونوتریانت های یکی از مواد مغذی عمده هست میاریم پایین، مجبوریم که یکی دیگر رو ببریم بالا و ما کاری که میکنیم کربوهیدرات رو میبریم بالا و مثلا نون بیشتری میخوریم، برنج بیشتری میخوریم، سیب زمینی بیشتری میخوریم و اینها انسولین زیادتری رو تولید میکنن و جنبش کیسه صفرا کم میشه و در عوض چربی کمتری هم توی غذامون هست و بدن نیازی نمیبینه که صفرا رو به حرکت در بیاره و اون چربی ها رو تجزیه بکنه و به خاطر همین صفرا اونجا میمونه و تبدیل به سنگ میشه. اما وقتی که چربی بیشتری رو مصرف میکنیم، کیسه صفرا مرتب منقبض میشه و صفرا رو پمپاژ میکنه و صفرا دیگه دچار رکود نمیشه. پس رژیم های کتوژنیک و کارنیوار که چربی بالایی دارن زمینه رو واسه ایجاد سنگ کیسه صفرا مهیا نمی کنن. و این چربی ها هم باید چربی های طبیعی باشن، مثلا همون چربی هایی که گفتن بده، یعنی کره و روغن حیوانی و همچنین روغن زیتون و روغن نارگیل هم چربی های نسبتا خوبی هستن ولی به کیفیت روغن های حیوانی نیستن. اینها رو که ما مصرف بکنیم اصلا زمینه رو برای ایجاد مقاومت انسولین به وجود نمیاریم و از جهتی هم بدن نیاز به حرکت در آوردن صفرا پیدا میکنه، پس کیسه صفرا منقبض میشه و کلن این مشکل به وجود نمیاد. اما اگر که این مشکل سنگ کیسه صفرا به وجود اومده باشه، به محض مصرف چربی بدن میخواد صفرا رو پمپاژ بکنه ولی اون سنگ راهش رو میگیره و درد بسیار تیز و آزاردهنده رو برای بیمار به وجود میاره. پس رژیم های کتوجنیک و کارنیوار هم زمینه رو برای به حرکت در اومدن کیسه صفرا مهیا میکنن، هم چون که انسولین زیاد تولید نمیکنن کبد کلسترول کمتری رو تولید میکنه و همچنین اصلا اینها درمان کننده شرایط مقاومت انسولینی هستن. پس این رژیم ها جلوی عواملی رو که باعث بروز سنگ کیسه صفرا میشن میگیرن. همینجور که اول این پادکست گفتم، وظیفه صفرا کمک به هضم چربی و ویتامین های محلول در چربی هست. پس صفرا نقش بسیار مهمی داره در تجزیه چربی و حالا رژیمی مثل رژیم کارنیوار یا گوشتخواری یا رژیم های کتوژنیک که چربی به نسبت بالایی رو دارن و نیاز به صفرای بیشتری دارن، آیا کسی که صفراش برداشته شده به خاطر با عمل جراحی برداشته شده، آیا اون فرد هم میتونه از این رژیم ها پیروی بکنه و اونها رو دنبال بکنه؟ جواب این هست که آره، چون که کیسه صفرا تولید کننده صفرا نیست، بلکه کبد هست که صفرا رو تولید میکنه، همینجور که اول بحث هم گفتیم. ولی کبد جایی برای ذخیره صفرا نداره و وعده بعدی که میخوریم، وعده های بعدتر و بعدتر که میخوریم، کار زیادی رو مجبور هست که انجام بده. پس توی افرادی که کیسه صفرا ندارن باید رژیم رو به شکل دیگه دنبال بکنن. یک، حذف کربوهیدراتشون تدریجی باشه و بعد اوایلش ممکنه لازم باشه که وعده هاشون رو کوچکتر بکنن و چربی ها رو توی وعده های مختلفی استفاده بکنن. با وجودی که توی رژیم کتوژنیک که کارنیوار تعداد وعده ها کلن به خاطر سیره مانایی که داریم کمتر میشه، ولی این افراد که کیسه صفراشون برداشته شده
باید اولش یکم آروم شروع بکنه و به بدنشون این نشونه رو میدن که من از این به بعد قرار چربی بیشتری استفاده بکنم، پس آماده باش. و کبد هم توی مدت گرم میشه و قوی میشه و میتونه صفرای بیشتری رو تولید بکنه و اون موقع دیگه میتونن به صورت عادی تری رژیم رو دنبال بکنن. پس افرادی هم که کیسه صفرا ندارن، کیسه صفراشون برداشته شده، اونها هم میتونن از این رژیم دنبال پیروی بکنن، این رژیم رو دنبال بکنن، چون که تولید کننده صفرا کبد هست. فقط یکم سیر تدریجی تری توی کاهش کربوهیدرات باید داشته باشن و افزایش چربیشون باید به صورت تدریجی باشه. مطالبی که اینجا گفتم عمدتا از یک کتابی هست به اسم Why We Get Sick، چرا بیمار میشه، نوشته بن بیکمن، و همچنین یه ویدیو از دکتر بری که لینکشون رو واسه تون میذارم. پیروز کامیاب باشید.